آیا زنهایی که در حالت بیماری حیض و نفاس باشند می توانند که در شب قدر شبزی نداری کنند، یعنی که در طاعت و عبادت پروردگار باشند؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادران و خواهران، در اصل این موضوع برای تمام خواهرانی هست که صدای ما را می شنوید. خوب، حتما نوا را بر همان خش و تباران خود برسانید. شاید بسیار اینها بی خبر باشند، شاید که با خبر باشند. خوب، وقتی امروز نوار گذاشتیم، یک خواهر نویسند که زنی که در حالت بیماری حیض است می تواند که در شب قدر شبزی نداری کند، یعنی که به مانند مردم سالم طاعت و عبادت کند و خواستند که جواب عنیق را گیرند. وقتی ما از استاد پرسیدیم، استاد گفتند که زنی که در حالت حیض است یا این که در حالت نفاس است، او نمیتواند به چهار چیز عمل کند. یکم، نمیتواند که نماز خواند. دوم، نمیتواند که روزه دارد. سوم، نمیتواند که قرآن میخواند. چهارم، زنی که در حالت حیض یا این که نفاس باشد، نمیتواند داخل مسجد شود. البته چگونه که گفتیم، در شریعت شرم نیست. هست بعضی زنهایی که حالت بیماریشون 3 روز 10 روز می شود. این وابسته به ارگانیزم همون زن هست و چگونه که او خواهرمون سوال داده بودم و چنانه که بر شما معلوم است. دوستان عزیز، خواهران، برادرانی که گوش میکنید، حتما این شریعت جای شرم ندارد. او زنهایی که در حالت بیماری حیض و نفاس هستید، شبزی نداری کردن در شب قدر بر شما درست نمی شود، به خاطر آنه که شما در حالتی هستید که نمی توانید نماز خونید، روزه گیرید، کتاب خونید یا اینکه داخلی مسجد شوید. خب، بنده چگونه که بود به سوال شما جواب یافتیم، گفتیم، گذاشتیم. خب، خداوند از همه شما راضی باشد. البته خداوند متعال مهربان است و و زنهایی که در حالت این بیماری هستند، البته به آنها عذریاتی واجب می شود. پس از این سوز شدنشان می توانند که بعد طاعت و عبادت خودشان را دوام می دهند. خداوند نگهبان همه شما باشد. شب قدر بر همه شما مبارک باشد و بگذار این طاعت و عبادت هایی که کرده استادیم، خداوند متعال به درگاهش قبول کند. آمین.